به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف نهم. امیدوارم که جور سعادتمند باشید. شاگردای عزیز، به درس امروز بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی صنف نهم با همدیگه میخوانیم، درست است؟ و فصل چندم، فصل آخر، فصل نهم، احتمالات، درس سوم ما و شما امروز میشه. و عنوانی که ما و شما باید بخوانیم چی است؟ مدل سازی با ست‌ها. و معنایش چی است شاگرد عزیز؟ ما و شما چی است؟ ست‌ها رو خواندیم، درست است؟ اتحاد، تقاطع، مکمله یک ست و چی؟ ست کلی یا ست جهانی رو با همدیگه خواندیم، درست است؟ حالا اگر یک سوال به ما و شما، یک مسئله به ما و شما داده بشه، ما میتونیم شاگرد عزیز از ست ها کمک بگیریم و او را کار کنیم و او را حل کنیم. یعنی چی میکنیم؟ مدل سازی با ست میکنیم، درست است؟ ست ها را ما در او سوال به ست ها مدل سازی میکنیم و میتونیم با ست ها، با اتحاد، تقاطع یا کار کنیم. و یک نکته بسیار مهم که در درس گذشته گفتم که در این درس ما و شما او را میخوانیم و او چی است؟ او اصل چی؟ شمول و عدم شمول. او را اول من میگم چی است، چند نکته در رابطه با او میگم و در آخر هم یک تا مثال کار میکنیم، یک تا مثال که بفهمین امیر اصل شمول و عدم شمول به درد ما و شما چه رقم ما از کار بگیریم و چی به درد ما و شما میخوره، درست است؟ خب قبل که بریم درس شروع کنیم، شاگردای عزیز و گرامی، تشکر میکنیم از شاگردایی که کارخانگی درس گذشته رو به ما روان کردن از طریق واتساپ. نمبرش هم 2964-780-255-4013. اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی، کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید، میتونید از ما پرسان کنید یا با ما در ارتباط شوید. شاگرد عزیز، از این نمبری که به شما خواندم، درسته شاگرد عزیز؟ پس همراه ما باشید. خب شاگرده عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ مدل سازی با ست ها. گفتیم که ما و شما اول یک تا اصل میخوانیم، اصل شمول و عدم شمول، و بعد از او با از او ما یک تا مسئله کار میکنیم و میتونیم چی کنیم؟ از او ست ها استفاده کنیم و سوال جواب یا مسئله را دریافت کنیم، درست است؟ پس من نوشتم میکنم اصل شمول و عدم شمول. دقت کنید، اصل شمول و عدم شمول. خب اصل شمول و عدم شمول چی است؟ دقت کن شاگرد عزیز، دست های اصلی که میگم دست ها است. و چون شاگرد عزیز، چون احتمالات گفتیم فضای نمونه یک ست است و پیش آمد ها یا حادثه اتفاقی هم ست های فرعی هستند، پس این اصل در رابطه با احتمالات هم درست است. فهمیدی چه رقم شد دیگه؟ نه. خب پس ما در رابطه با ست ها اول میگم چی است؟ اصل شمول و عدم شمول به این شکل است. میگم که فرض میکنیم که چی باشد، دقت کنید، فرض کنید که چه باشد؟ یو ست جهانی یا یونیورسال ست یا ست کلی فسیست ست جهانی و ای و بی چه باشد؟ دو ست فرعی از آن باشند، دو ست فرعی از آن باشند. دقت کن شاگرد عزیز، اصل شمول و عدم شمول به این شکل است. میگیم که n که میفهمین چی است، n چی میشه شاگرد عزیز؟ میشه تعداد عناصر یک ست با n نشان میدیم. n a یعنی تعداد عناصرهای چند تاست. n
A اتحاد B مساوی میشه با N A جمع N B منفی N تقاطع A تقاطع B. صحیح؟ باید من این را کبی برتر نوشته کنم که جایش هم. پس اصلشون قدم شما ما A نیست. همی که نوشته میکنه برایتان. پس باید دیگر اگه نوشته کنم. N A اتحاد B مساوی است با N A جمع N B منفی N A تقاطع B. پس به این شاگرد عزیز به این فرمول میگیم چی؟ اصل شمول و عدم شمول. دقت کنید چی میگه؟ میگه اگر ما و شما چی داشته باشیم؟ دو تا ست داشته باشیم بین اونا اتحاد بگیریم. صحیح؟ با من یک مثال برات کار میکنم به عنوان مثال. دقت کنید شاگرد عزیز اس ما و شما چی باشد؟ اما یوی ما و شما اما اس گفتیم در احتمالات ما باعث نشان میدیم فضا چی را؟ فضای نمونی یا همون ست جهانی را. اس ما و شما یا همون یوی ما و شما چی باشد؟ یک و دو سه چهار پنج و شش ما و شما باشد فضای نمونی ما و شما باشد. صحیح؟ خب ای ما و شما چی باشد؟ گفتیم عدد رخصت چی باشد؟ جفت باشد با نام مثال میشه دو چهار و شش. و بی ما و شما چی باشد شاگرد عزیز؟ بی ما و شما عدد رخ شده چی باشد شاگرد عزیز؟ به عنوان مثال بزرگتر از چند باشد؟ عدد رخ شده بزرگتر از 6 باشد. بزرگتر از 4 باشد. عدد رخ شده بزرگتر از 4. پس میشه چی؟ 5 و 6 فقط. صحیح؟ 5 و 6. خب شاگرد عزیز دقت کنید. حال ان ای چند میشه؟ ان ای شاگرد عزیز ان ای را میفهمیم یعنی چی؟ ان ای یعنی که تعداد عناصر چند تا؟ چند عنصر داره ای ما و شما؟ سه تا عنصر داره. پس ان ای مساوی است با 3. و ان بی چی میشه شاگرد عزیز؟ ان بی یعنی بی ما و شما چند عنصر دارد؟ بی ما و شما دو تا عنصر دارد. پس میشه 2. صحیح است؟ و اتحاد اتحاد ای و بی رو دریافت کنیم. ای اتحاد بی رو دریافت کنیم شاگرد عزیز. ای اتحاد بی ای اتحاد بی چی میشه؟ عناصر ای و عناصر بی همش داخل یک تا ست میندازیم. پس اتحاد ای و بی میشه 2 4 6 5 6 6 هم تکراری است یک به یک بار نوشته میکنیم. صحیح است؟ پس میشه 2 4 5 و 6. صحیح است؟ پس چی شد؟ ان علامت دقت کن چقدر است؟ ان اتحاد بی رم دریافت میکنم. اتحاد بی یعنی چند عنصر داره اتحاد ما و شما؟ 1 2 3 4 4 تا عنصر دارد. صحیح است؟ حال تقاطع رو بریم دریافت کنیم. N اول خود تقاطع رو دریافت کنیم بعد N شو نوشتن میکنیم. صحیح است؟ پس A تقاطع B A تقاطع B A و B تقاطع چی میشه؟ عناصر مشترک بین A و B فقط میشه چند؟ 6. چون 6 در هم دی است هم دبی است. پس میشه 3 فقط 6. خب N شو دریافت کن. حال N A تقاطع B شکل چند میشه جوابش؟ این یعنی تعداد عناصرش چند تا عنصر دارد؟ یک تا عنصر دارد. شش نوشته نکنه تعدادش نوشته میکنی یک چون یک تا عنصر داره. صحیح؟ پس این که میایه میشه چی؟ تعداد عناصر یک ست. خب حال این فرمول رو تطبیق کنیم دیگه چی میشه؟ این اتحاد یعنی اتحاد ما و شما چند تا شد؟ اتحاد دریافت کردیم اتحاد این اتحاد شد 4. صحیح؟ پس دیگه چی میشه شاگرد عزیز؟ دیگه میشه 4. این اتحاد میشه 4 مساوی است با ان ای چند تاست؟ ان ای خودش گفته 3 است. پس 3 جمع NB چند شد؟ 2 شد. صحیح؟ پس 3 جمع 2 5 میشه با 4 مساوی نیست. درست است؟ اما در فرمولی چی داریم؟ منفی N تقاطع. پس منفی N تقاطع تقاطع ما و شما چند تا عنصر داشت؟ یک تا داشت. پس منفی 1 میبینیم که درست میشه. 3 جمع 2 میشه 5 منفی 1 4 میشه. 4 با 4 مساوی است. پس 4 مساوی است با 4. پس ما چی کردیم؟ در یک مثال همین فرمول همین اصل شمول و عدم شمول تطبیق کردیم و فهمیدیم چی است. پس اینی دقت کن شاگرد عزیز اینی فرمول با من دوباره زیر خط بکشم برای شما. اینی فرمولی که ما و شما در اینجا نوشته کردیم به این میگیم چی؟ اصل شمول و عدم شمول. دقت کن شاگرد عزیز اصل شمول و عدم شمول بسیار فرمول مهمی است. در ست ها درست است چون فضای نمونه ای پیش آمد ها اینام ست هستن در ایام چی میشه؟ درست میشه. در رابطه با احتمالات هم چی میشه؟ درست میشه شاگرد عزیز. ما به جای این احتمال هم میتونیم نوشته کنیم پی نوشته کنیم. پی اتحاد مساوی است با پی ای جمع پی بی منفی پی تقاطع.
در رابطه با احتمال ها درست میشه. همین فرمول. و هم میتونیم در مورد تعداد عناصر سه تا نوشته کنیم، هم میتونیم در رابطه با چه احتمال ها نوشته کنیم. ان شاء الله بخیر در صنف های بعد، صنف 10 و 11 و 12 بخیر خواندید، باز ما یارا همین اصل شمول و عدم شمول در رابطه با احتمال ها ثبوت میکنه و از اون میتونیم استفاده کنیم. درست است؟ پس ایشی شد اصل شمول و عدم شمول. فرمولش هم فهمیدیم چی است. یک تا مثال هم تطبیق کردیم و کاملا فهمیدید چه رقم میشه. درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، پس من تخته رو پاک میکنم و یک تا مثال، یک مسئله مطرح میکنم، نوشته میکنیم و او را باز با ست ها با همین اصل شمول و عدم شمول کار میکنیم و میفهمیم که چه رقم میتونیم از یک کمک بگیریم. درست است؟ پس همراه ما باشید. خب شاگردان عزیز و گرامی، یک تا مثال، یک مسئله مطرح میکنیم و او را با اصل شمول و عدم شمول میتونیم حل کنیم و کار کنیم. درست است؟ پس دقت کنید، به عنوان مثال، پس من سوال یا مثال نوشته میکنم. پس سوال، خب با عنوان مثال به ما شما به یک سوال گفته، میگیم که در یک صنف، در صنف مکتب، حالا صنف 9 8 فرق نمیکنه، صنف 9 به عنوان مثال، در صنف 9 مکتب، حالا هر مکتب باشه فرق نمیکنه، چی است؟ 30 نفر شاگرد داره، صحیح است؟ پس یک صنف 30 نفر شاگرد داره. دقت کنید، یک تا صنف داریم که 30 تا شاگرد داره، صحیح است؟ خب حالا میگیم که 5 نفر از اینا هیچ فعالیت ورزشی ندارن، صحیح است؟ پس به شک میگیم که و 5 نفر هیچ ورزش نمیکنه، فعالیت ورزش نمیکنه، از این دیگه باز دیگه شاگردا با عنوان مثال 12 نفرشان چی میشه؟ 12 نفرشان، یا بگیم 10 نفرشان، صحیح است؟ 10 نفرشان چی کار میکنه؟ فوتبال بازی میکنه، صحیح است؟ پس 10 نفر در رشته فوتبال و دقت کنید، 10 نفر در رشته فوتبال و 15 نفر در رشته چی؟ والیبال با عنوان مثال، و 15 نفر، 15 شاگرد یا 15 نفر در رشته شاگرد از چی؟ والیبال فعالیت میکنن. فعالیت و 5 نفر هیچ فعالیت نمیکنن، صحیح است؟ فعالیت میکنن و 5 نفر در هج رشته، در هج یک از رشته ها، در هج کدام، یا بگیم در، و 5 نفر فعالیت ورزشی ندارن، به شک بهتر است، و 5 نفر فعالیت ورزشی ندارند، صحیح است؟ خب دقت کنید، حالا دقت کنید، میگیم که شاگرد عزیز، صحیح است؟ پس دقت کنید، یک سن 30 شاگرد دارد، 10 نفر در رشته فوتبال و 15 نفر در رشته والیبال فعالیت دارند. دقت کنید، 10 نفر نه، و 5 نفر فعالیت ورزشی ندارند. 5 نفر فعالیت ورزشی ند، 5 نفر میگم 10 نفر، صحیح است؟ 10 نفر فعالیت ورزشی ندارند، صحیح شاگرد عزیز؟ 10 نفر فعالیت ورزشی ندارند و 5 نفر دیگه میمونه. اون 5 نفر چی است؟ 5 نفر هم در فوتبال و هم در والیبال فعالیت میکنه، صحیح است؟ پس نوشته میکنم 5 شاگرد و 5 شاگرد نفر در هر دو رشته، در هر دو رشته فعالیت دارند. صحیح شاگرد عزیز؟ پس دقت کنید، سوال، یک صنف 30 نفر شاگرد دارد، 10 نفر در رشته فوتبال، 15 نفر در رشته والیبال فعالیت میکنه، صحیح؟ خب و گفته که 10 نفر فعالیت ورزشی نداره، از این 30 نفر صنف 10 نفر هیچ فعالیت نداره، صحیح؟ خب 5 گفته که 10 نفر در چی؟ 10 نفر در فوتبال و 15 نفر در رشته والیبال و 5 نفر هم در هر دو رشته فعالیت میکنه، صحیح؟ حالا گفته که چند نفر، دقت کن شاگرد عزیز، چند نفر از شاگرد از این صنف چی میشه؟ فعالیت ورزشی دارند. درست شد؟ چرا رقمی رو کار میکنیم؟ بیشک سوال متفاوت میتونه باشه. من اولی من میکشم دیاگرام ونچ در شما نوشتم میکنم و بعد سوال متفاوت میتونیم کار کنیم. دقت کنید، پس من دیاگرام ونچ براش میکشم، بیشک من سه تا کمک میگیرم. پس این میشه چی شاگرد عزیز؟ این میشه، دقت کنید،
ست ای ما و شما و ایم ست بی ما و شما ای ای بی و ایم چی است؟ ست یو ما و شما همون سنف ما و شماست. خب شاگرد عزیز، کل ست یو چند عنصر دارد؟ 3 تا عنصر دارد، چون یک سنف 3 تا شاگرد دارد، صحیح است؟ خب گفتیم 10 نفر در رشته فوتبال، 10 نفر در رشته فوتبال بازی میکنه، صحیح است؟ اول بهش بگیم 10 نفر فعالیت ورزشی ندارن، پس 10 نفر دیا نیست، 10 نفر در خارج یا قرار داره، صحیح است؟ پس 10 نفر دیا است، در اینجا 10 نفر است در خارج سته و بی. حالا ای را میگیریم کسایی که چی است؟ فوتبال بازی میکنه، صحیح است؟ 10 نفر در رشته فوتبال، پس ان ما و شما چی میشه؟ 10 تا چی داره؟ عنصر داره. و بی ما و شما چی میشه؟ و 15 نفر در رشته والیبال فعالیت ورزشی دارن، 15 نفر هم دهی فعالیت میکنه، صحیح است؟ خب شاگرد عزیز دقت کنید، 15 نفر دهی، 10 نفر دهی، جمع چند نشه؟ 25 نفر. 10 نفر هم دهی باشد که فعالیت ورزشی نداره میشه 30 نفر، 35 نفر میشه، 5 نفر دیگه کجاست؟ 5 نفر گفته چی؟ خود سوال گفته 5 نفر در هر رشته فعالیت دارند. پس دقت کنید 15 نفر که به این شکل است، 5 تاش دهی مشترک است بینشان، 5 بینشان 5 تا مشترک است. خود چه رقم ظرف میکنیم؟ به این صورت دقت کنید، ما شما به شک میگیم که ای ما ای اتحادی بی ما شما به شک میشه. شاگرد عزیز دقت کنید، پس ان ای ما شما چند شد؟ 10 شد، صحیح است؟ ان ای ما شما 10 است، چون به شک نوشتم، باید من نوشته کنم که ایره ما میگیریم چی شاگرد عزیز؟ میگیریم شاگردهایی که فوتبال بازی میکنن، شاگردهایی که فوتبال میکنن، صحیح است؟ بیره چی در نظر میگیریم؟ شاگرد هایی که والیبال ورزش فعالیت ورزشون والیبال است، پس شاگرد هایی که والیبال ورزش میکنن، صحیح است؟ خب پس ان ای ما شما چی میشه شاگرد عزیز؟ ان ای ما شما خود سوال گفته 10 نفر و ان بی ما شما چند میشه؟ 15 نفر، خود سوال گفته. پس 10 نفر فوتبال میکنن، 15 نفر والیبال فعالیت ورزشی دارن. خب بین دقت کن شاگرد عزیز، ان ای تقاطع بی، یعنی اونایی که هم فوتبال میکنن هم والیبال میکنن چند تاست؟ خودش با ما گفته 5 نفر در هر دو رشته فعالیت دارن. پس چی میشه؟ این میشه 5. البته میتونه زیر عنوان سوال با ما و شما بده، یعنی میتونه به عنوان سوال با ما و شما بده، بگه چند نفر در هر دو رشته فعالیت دارن، ما میگیم 5 نفر، درست است؟ اما چه رقم درست میکردیم؟ باید من نوشته کنم. پس زیر عنوان سوال میتیم، اینو به عنوان سوال برای شما میتیم، میتونیم البته سوال دیگه هم کار میکنه، ولی اینو به عنوان سوال میتیم و با سوال دیگه هم کار میکنیم. پس گفتیم که میکنه و 10 نفر فعالیت ورزشی ندارن. عالی، دقت کنید، چند نفر سوال به شما و شما بهش یک میته، میگه چند نفر فعالیت ورزشی نه در هر رشته فعالیت میکنن، پس چند شاگرد در هر رشته فعالیت دارند. اینی سوال ما شماست با عنوان مثال. خب من به این شکل نوشته کردم شاگرد عزیز، پس ایره من نوشته نمی کنم، چون فعلا سوال از ما شما سوال کرده. گفتیم که شاگردایی که فوتبال بازی میکنن نامش ای گرفتیم، ست ای، شاگردایی که والیبال بازی میکنن نام ست بی گرفتیم، ان ای ما شما 10 میشه چون خود سوال گفته 10 نفر فوتبال میکنن و 15 نفرم والیبال میکنن، صحیح است؟ خب گفته که 10 نفرم در هیچ فعالیت ورزشی شرکت نمیکنن. خب ما و شما کل شاگردها چقدر بوده؟ 30 نفر، درست است؟ 10 نفر که هیچ فعالیت ورزشی نداره از کم میکنیم، پس کل شاگردای ما و شما که اونایی که ورزش میکنه چند میشه؟ 20 نفر میشه، صحیح است؟ از 30 که 10 کم شه 20 تا شاگرد داریم که فعالیت ورزشی داره. خب 10 تا چی میشه؟ 10 تا شاگرد عزیز فوتبال میکنه، 15 تا والیبال میکنه. پس ما طبق اصل شمول و عدم شمول میرم نوشته میکنیم، طبق اصل شمول و عدم شمول ان ای اتحاد بی مساوی است با ان ای جمع ان بی منفی ان ای تقاطع بی. ان چی بود؟ اصل شمول و عدم شمول، صحیح است؟ خب میرم میمانیم، دقت کن شاگرد عزیز، وقتی که 10 نفر هیچ فعالیت ندارن دیگه چی میشه؟ دیگه فعالیت ورزشی دارن، چند تا میمونه؟ 20 نفر. پس ان اتحاد میشه 20 نفر. پس ما اینجا نوشته میکنیم ان ای اتحاد بی میشه چی شاگرد عزیز؟ میشه 30 کل شاگردها منفی 10 نفر که هیچ فعالیت ورزش ندارن، جواب میشه چند؟ جواب میشه 20 تا شاگرد که فعالیت ورزشی دارن. خب پس این میشه 20 مساوی است با ان ای چند است؟ ان ای 10 تا است، 10
جمع ان بی 15 تاست، چون خود سوال با ما و شما گفته ان تقاطر از ما خواسته، گفته چند شاگرد در هر دو رشته فعالیت دارن. خب ما و شما نداریم، من نامش چی میگیرم؟ خودش نوشته میکنه منفی ان ای تقاطع بی. خب طبق اصلشون عددشون نوشته که ولی کار میکنیم، 10 جمع 15 چند میشه؟ 10 جمع 15 میشه 25، صحیح است؟ پس به شک میشه، پس جواب ما و شما به شک میشه. ما در اینجا نوشتم چون جایی نیست نمیخورد، در اینجا نوشتم میکنه پس 20 مساوی است با 25 جمع نه ببخشید منفی، صحیح است؟ منفی چی شاگرد عزیز؟ منفی ان ای تقاطع بی. خب حال یک معادله است، ان 25 مثبت دو بار تساوی انتقال بدیم چی میشه؟ میشه منفی 25. پس 20 منفی 25 مساوی میشه با منفی ان ای تقاطع بی. خب 20 منفی 25 چند میشه شاگرد عزیز؟ 20 منفی 25، بعد من این شاگرداش پاک میکنم که خب این چیز نمیشه کن فوتبال نمیشه و والیبال نمیشه که فهمیده. 20 منفی 25 میشه منفی 5، علامه عدد بزرگتر منفی 5 مساوی است با منفی ان ای تقاطع بی. خب حالا میتونیم شاگرد عزیز منفی رو با هم خلاص کنیم، منفی رو با هم خلاص میشه، پس میشه ان ای تقاطع بی، جواب میشه چند؟ میشه 5 نفر. 5 نفر در هر دو رشته فعالیت ورزشی دارن، درست است؟ پس میتونیم از اختشمون عدمشون یک سوال با ما شما داده ما تانستیم استفاده کنیم، درست است؟ ممکنه حالا سوال با ما شما بیشک بیتر شاگرد عزیز، پس دقت کنید. پس من این جور میکنم، میگم کل شاگرد 30 نفر بوده، صحیح است؟ 10 نفر هیچ فعالیت ورزشی نداره، 20 تا دیگه میمونه. خب 10 تا باید چی باشد؟ 5 مشترک شد دیگه، پس دهی وسط این تقاطع 5 نفر است. خب 5 تا پس دهی میمونه که 5 با 5 شوه چند؟ 10 تا فوتبال کنن، چون ای فوتبال بود و 10 تا دهی میمونه، 10 تا ده قسمت بی که اینی 10 و اینی 5 که کل بی میشه، میشه 15 نفر، فهمید؟ پس 5 تا مشترک بوده بینشون. پس حال شاگرد عزیز سوال ممکن با ما شما به شک بده، بگه چند شاگرد وجود دارد که فقط فوتبال میکنن؟ دقت کنید، شاگرد چند شاگرد وجود دارد که فقط فوتبال، یعنی والیبال بازی نمیکنه، فقط فوتبال، در فوتبال اشتراک داره، کدام میشه؟ دقت کنید، در فوتبال دهی میشه، میشه 5 نفر، چون این 5 نفر وسط هم فوتبال میکنن هم والیبال، ما یار کار نداریم فقط فوتبال. پس 5 شاگرد داریم که فقط فوتبال میکنه. چند شاگرد وجود دارد که فقط والیبال بازی میکنه؟ چند میشه؟ 10 نفر. آفرین، 10 نفر شاگرد داریم که فقط والیبال است، فوتبال نمیکنه، چون 15 تا که والیبال بازی میکنه 5 تاشم فوتبال هم میکنه، اونوار کار نداریم. سوال با ما شما ممکنه به شک بده که چند شاگرد وجود دارد، شاگرد عزیز، که فقط والیبال بازی میکنن؟ میگیم چند نفر؟ 10 نفر، درست است؟ یا ممکنه سوال با ما شما به شک بده چند نفر شاگرد وجود دارد که فقط یک فعالیت ورزشی دارن، یک تا دو تا نه. خب اینی 5، اینی هم 10، یا فوتبال میکنن یا والیبال. 5 جمع 10 چند میشه؟ 15 نفر شاگرد وجود داره که فقط یک فعالیت ورزشی انجام میتن، درست است؟ پس شاگرد عزیز ما اصل شمول عدم شمول فهم میدیم، سوالای زیاد میشه با این کار کرد، ولی من یک تا مثال برای شما کار کردم و تونستیم یک سوال کار کنیم. حالا سوال متفاوتی که به شما گفتم میتونیم از روی دیاگرام وین یا از روی اصل شمول عدم شمول دریافت کنیم و جواباش را بکشیم، درست است شاگرد عزیز؟ پس درس امروز ما و شما همین بود، اصل شمول و عدم شمول فهم میدیم و یک تا مثال هم کار کردیم، درست است؟ شاگرده عزیز و گرامی، پس درس امروز هم خلاص شد. اما کارخانگی، کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 230 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتساپ، نمبرش هم 20964-780-255-4013، درست است شاگرده عزیز؟ و پایان درس سوم از فصل نهم. شاگردای عزیز و گرامی، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خداحافظتان.